با خبرهای از عراق اخبار این ساعت را ادامه می‌دهیم. شیخ علی حاتم سلیمان امیر عشایر دولیم در گفتگو با تلویزیون التغییر گفت ما به مالکی اعتماد نداریم و این تعیین تکلیف شده است. او فردی دروغگو و حیله‌گر است و مردم را به بازی می‌گیرد. وی افزود ما از روز اول گفتیم و باز آن را تکرار می‌کنیم که همه بشنوند که مالکی به حل مشکلات تن نخواهد داد مگر اینکه نبرد به بغداد کشیده شود. به گزارش تلویزیون رافدین، در درگیری هایی که در منطقه النعیمیه فلوجه روی داد، انقلابیون حمله نظامی مالکی را سد کرده و تلفات و خسارات بسیاری به آنها وارد کردند و تعدادی از خودروهای زرهی را نیز به غنیمت گرفتند. تلویزیون رافدین گزارش داد ستون نظامی معاون فرمانده لشکر هفتم مالکی هدف قرار گرفت و تعدادی از افراد حفاظت وی کشته و مجروح شدند. تلویزیون رافدین درباره جنایات نظامیان و شبه نظامیان مالکی در دیالی گزارش داد. آنها اقدام به آتش زدن وسیع مزارع و خانه‌ها و ماشین‌های تعدادی از شهروندان کردند و علاوه بر آن یکی از مساجد در ناحیه اسدد در خالص را منفجر کردند. رافدین افزود جنایاتی که توسط نظامیان مالکی و شبه نظامیان او در شهر خالص و بحروز و عظیم در استان دیالی تکرار می شود حاکی از یک طرح سازماندهی شده است که این نیروها با هدف تکه پاره کردن عراق آن را دنبال می کنند. به گزارش تلویزیون التغییر، در اعتراض به حمله وحشیانه نظامیان مالکی به مردم در استان الانبار، عراقیان مقیم سوئد دست به تظاهرات زدند و اقدام نظامی مالکی را محکوم کردند. تظاهرکنندگان خواستار حسابرسی از مالکی و دولتش درباره جنایتی شدند که علیه مردم در الانبار و سایر استانها مرتکب می شود. خبرهایی از تحولات قیام مردم سوریه. گردانهای اپوزیسیون سوریه در استان حما تهاجم وسیع خود برای تصرف پادگان تل عثمان در حومه حما را آغاز کردند. در شروع این عملیات رزمندگان سوری یک ستون نظامیان اسد را هدف قرار دادند و دو تانک و یک زرهی آنها را منهدم کردند. نبرد برای فتح این منطقه استراتژیک ادامه دارد. در حلب نیز گردانهای اپوزیسیون سوریه اتاق عملیات مزدوران اعزامی از عراق موسوم به لشکر ضد ابوالفضل در محله راشدین را به کنترل خود درآوردند. گردانهای اپوزیسیون سوریه در دمشق اعلام کردند یک هلیکوپتر نظامیان اسد که در حال بمباران شهرک ملیحه در حومه دمشق بود را با موشک هدف قرار دادند و آن را سرنگون کردند. از سوی دیگر رزمندگان ارتش آزادی در دمشق ساختمان ستاد فرماندهی کل ارتش اسد را در میدان امویین خمپاره باران کردند و مراکز نظامیان اسد را در محله جوبر با موشک هدف قرار دادند. همچنین این گردانها در استان لازقیه در یک کمین ده ها تن از نظامیان اسد را به هلاکت رساندند. رزمندگان سوری گفتند رژیم بشار اسد نیروهای نظامی جدیدی را به منطقه کسب اعزام کرده که بیشتر آنها از اعضای سپاه پاسداران رژیم ایران و مزدوران اعزام شده از عراق هستند. نظامیان اسد ده‌ها منطقه مسکونی را در سوریه بمباران کردند. به گزارش تلویزیون الجزیره، مناطق مسکونی حلب بیش از 20 بار با بشکه‌های انفجاری هدف قرار گرفت و برخی مناطق آن با بمب‌های خوشه‌ای ممنوعه بمباران شد. نظامیان اسد همچنین شهر مارع در حومه حلب را با موشک‌های زمین به زمین هدف قرار دادند که بر اثر آن ده‌ها شهروند سوری کشته شدند. بیشتر کشته شدگان از کودکان هستند. در یک جنایت جنگی دیگر، نظامیان اسد بار دیگر شهر کفرزیتا در حومه ادلب را با بمب‌های حاوی گاز سمی کلور هدف قرار دادند. بنا به آمار اولیه، 130 شهروند سوری مصدوم شدند که در میان آنها وضعیت 21 کودک بسیار وخیم گزارش شده است.
تعداد قربانیان جنگ سوریه به بیش از 162 هزار تن رسید. شبکه حقوق بشر سوریه مستقر در لندن با اعلام این خبر افزود مرگ 162402 نفر را ثبت کرده است. علاوه بر این 18 هزار زندانی در زندانهای رژیم سوریه مفقود الاثر هستند و هزاران تن دیگر در شمار مفقود شدگانی هستند که در حملات نظامیان اسد به مناطق مختلف سوری دستگیر شدند و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. خبر این ساعت، ارتش تایلند روز سه‌شنبه 30 اردیبهشت در پی ماها کشمکش سیاسی داخلی و اعتراضات خیابانی که 28 کشته بر جای گذاشته است، حکومت نظامی اعلام کرد. ارتش تایلند که در خیابان‌ها مستقر شده است، اعلام کرد هدف کودتا نیست بلکه برقراری امنیت است. ارتش تایلند پخش برنامه 10 شبکه تلویزیونی را متوقف کرد و از تظاهرکنندگان موافق و مخالف خواسته است در اردوگاه‌های خود باقی بمانند.